تیکه جنجالی پوریا پوتک به دنیا جهان بخت و مهراد جم که کلی حاشیه به راه انداخته. جوری میکنم بچت بیاد گردن نمیگیرم انگار مهراد جمم. صحبت های امیر تتلو در مورد زنی که پسرشو برده کربلا تا از تتلیتی بودن خارج بشه و به راه راست هدایت شه که با واکنش جنجالی امیر تتلو روبرو شده. و پیام امیر تتلو به دوستان و هواداران سحر قریشی و گفتن این که تا یک سال آینده به سحر قریشی کاری نداشته باشین. پخش بنر و تبلیغات کنسرت امیر تتلو در خیابانهای تهران و استانبول. دعوای دوباره فدایی و ضدبازی و ادعای فدایی در این مورد که یه بچه 15 ساله سهراب امجه رو خفت کرده بوده و ازش پولاشو گرفته بوده. میدونی که این دیسایی که میاری سر میز میذاری بعد آخرش باید جمع کنی اینا رو بشوری بذاری سر جاشو. همینجوری نیست که فقط دیس بیاری، دیسا رو باید درجه ببری بعد. امضا فقط رو سوتیان همه، جای دیگه قبول نیست. آره بابات خیلی سر این حرفاست. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همونطور که میدونید ترک جدید پوریا پوتک به همراهی کچی و بهزاد لیتو منتشر شد که توی این موزیک پوتک یه تیکه سنگین به دنیا جهان بخت و مهراد جم میندازه و به این موضوع اشاره میکنه که مهراد اومده یه بچه تولید کرده و فرار کرده که باید ببینیم با واکنش دنیا جهان بخت روبرو میشه یا نه. جوری میکنم بچت بیاد گردن نمیگیرم انگار مهراد جمم. اما همونطور که میدونید به زودی کنسرت امیر تتلو توی ترکیه برگزار میشه و پوسترهای کنسرتش داره توی ترکیه پخش میشه و به خیابونهای استانبول چسبونده میشه. حرکتی که اگه امیر تتلو توی تهران کنسرت برگزار میکرد باید توی همه شهرهای ایران زده میشد و خیابونای ایران این پوسترها رو به خودش میدید. اما خب امیر تتلو هم بیکار نمونده و از هواداراش خواسته که بنرهای کنسرت رو تا جایی که میتونن توی تهران پخش کنن و در این مورد نوشت: هوادارا تو ایران پوستر نمیخواین بچسبونین؟ مثلا تو نیاوران، اندرزگو، تجریش، شبونه، یواشکی چیزشو ندارین؟ یعنی مگه میشه هواداره ما چیزشو نداشته باشن؟ از اونجا که رسیدیم این بالا پای پیاده فکر کنم بتونید بهش فکر کنید. هنوز بیشتر از 20 روز وقت هست، هرچی کرم و مرام و معرفتتونه. بله، و اما جالب اینه که هواداره امیر تتلو هم دارن با قدرت تمام تبلیغاتو انجام میدن و باید دید که این کنسرت هم خیلی خوب برگزار میشه یا نه. خلاصه امیر تتلو تمرینای خودشو شروع کرده و همونطور که میدونید تتلو برای هر کنسرتش چند ماه تمرین میکنه تا بتونه یه شب خوب و برای هواداراش رقم بزنه. و اما از اون طرف هم همیشه امیر تتلو منتقدای زیادی هم داشته و به تازگی خودش هم در این مورد نوشت: یکی از آشناهامون رفته نجف و کربلا و از این جور جاها که میرن عبادت میکنن، دیده یه خانومی اونجا داره بد جور گریه میکنه و حاجت میخواد. خلاصه کلی پرسیدن ازش چته و این داستانا، گفته پسرم تتلیتیه، اومدم اینجا حاجت بگیرم به راه راست هدایت شه و بی خیال امیر تتلوشه. دیگه چی بگم، طرف تا نجف رفته و دست به دامن یه امامی شده که بچهش بدبخشه. چون تتلیتی نبودن به نظرم این بدبختیه، تتلیتی نبودن یعنی مرگ. حالا به نظر شما اینجور مادرها خطرناکتر از امیر تتلو نیستن واسه بچه؟ بله، اینم از صحبتهای امیر تتلو در مورد این خانم. و اما از اون طرف هم امیر تتلو یه پیامی رو برای دوستان و هواداره سحر قریشی فرستاده و گفته: یه چیزی رو دوست دارم به هواداره خانم قریشی، دوستاش و خانوادش و همکاراش و نظام و کلن مردم ایران بگم. اصلا انگار نه انگار که یه گل دستتون بوده، انگار نه انگار که یه آرتیست بزرگ با 10 میلیون فالوور طرف حسابتون بوده تا حالا.
انگار نه انگار یه خانوم بوده ایشون و به ظرافت و سلامتشون هیچ توجهی نشده، هیچ آموزشی در جهت سلامتی بهشون داده نشده و هیچ کی نگران نبوده. ظلم کردین در حق ایشون، سلامتیشون، جوونیشون ظلم کردین، بیش از حد بهش آسیب زدین و مصرفش کردین و اصلاً حق گرفتن جوونیشو بهش ندادین و ایشون به نظر من احتیاج به کمی استراحت و قرنطینه دارن. ایشون احتیاج به ورزش بیشتر و یوگا و رژیمای گیاهخواری و تخلیه بار منفی و آموزش موسیقی و سازهای مختلف دارن، به جای آفیش شدنای پشت سر هم جلوی دوربین، بیخوابی کشیدن و تغذیه نادرست. بنده مجبورم ایشونو یک سال تو قرنطینه نگه دارم و ماساژشون بدم و حواسم به تغذیهشون باشه و رو آمادگی و جسمانی و جوانسازی پوست و مو و تتوهاشون کار کنم و بعدش تصمیم با خودشونه. اگه دوست داشت به سینما و کارش بچسبه و اگرم دوست نداشت بشینه ور دل من نیو فیسا رو بپرونه. خلاصه که شما با همه بد میکنید، با ایشونم بد کردین. میخوام حقش رو ازتون پس بگیرم و جوونیشو بهش برگردونم، بعدش آزاده. فعلا سحر قریشی بی سحر قریشی، انقدر سحر نکنید، بذارین به خودش و سلامتیش و پر شدن حرارت و انرژیش بچسبه. بله، همونطور که مشخصه امیر تتلو حسابی سحر قریشی رو دوست داره و سحرم ثابت کرده که این حس متقابله، که باید دید در ادامه چی میشه. و اما فدایی و سهراب امجی و سامان ویلسون دوباره با هم دعوا داشتن و فدایی توییتای تندی رو علیه زدبازی منتشر کرد و گفته که به زودی منتظر آلبومش باشن، چون قراره خیلی ها رو با خاکی یکسان کنه، که این صحبت ها با واکنشای دوباره سامان ویلسون روبرو شد. اینایی که میگن پدر رپ فارسیه، یه سری ها میگن هیچ کسه، یه سری ها میگن سامانه، بذار من دقیقا براتون این داستان روشن کنم. پدر رپ فارس هیچ کسه، ولی وقتی که من اومدم تو بازی، مادر رپ فارس هیچ کس رو طلاق داد، با من ازدواج کرد، ما داریم بزرگش میکنیم این بچه‌ای که اسمش رپ فارسه. کلن داستان اینه، زیاد دیگه با هم دیگه درگیر نشین. من دقیقش رو بهتون گفتم، هیچ کس رو طلاق داد، زن من شد، بچه‌مونم الان رپ فارسه. من از اون ته که داشتم میومدم، مادر رپ فارسی ها منو دید بغل هیچ کس، اینجوری کرد، نگاه استیل گنگو، نگاه ابهت مردو. بچه آلبوم ملتفه سال 2029 میاد بیرون، من از یه منبع خبری موثق شنیدم، البته میگن 2029، معمولا اینا تأخیر دارن، احتمالاً 2036 میاد بیرون، ولی به هر حال همین که داره میاد یه قوت قلبیه، همشون توش هستن، 3-4 تا آرتیست جدیدن دارن اضافه میشن، آسی، مخدوش و بغرنج، این 3 تا هم استعدادهای جدیدیه که اینا کشف کردن که اضافه میشن بهشون و با هم دیگه ایشالله یه آلبوم خفنی بدن. خیلی منتظریم، زودتر بدین ایشالله، همون 2029 نه، ولی 2031 بدین دیگه، ما تا 2049 وای نستیم. همون آدمی که این اطلاعات رو من داده اسم آهنگ 4 هم فاش کرده که فدایی بغرنج با پیشرو، اسم آهنگم هست دایره تیز، امضا فقط رو سوتیان عمه، جای دیگه قبول نیست. آره بابا، بابات خیلی خارکسته تر این حرف هست. ترکلیست من بده ببینیم که منو کدوم رستورانه، چه دیسایی میخوای بدی غیر دیس، چون چیز دیگه بلد نیستی، نه بلدی سرف کنی نه بلدی بخونی. دیس کیا هستن تو شاره، کیا قراره بیفتن زیر بولدوزر میم ملتفت. ولی میدونی که این دیسایی که میاری سر میز میذاری، بعد آخرش باید جمع کنی اینا رو بشوری بذاری سر جاشا، همینجوری نیست که فقط دیس بیاری، دیسا رو هم باید برداری ببری. بعد صحبت خفت تو که تو یکی نکن بابا، مستی علی نژاد مغز تو رو خفت کرده، خودت در جریان نیستی هنوز، همه حرفای اونو داری با قافیه میخونی. بله، اینم از صحبت‌های سامان ویلسون. حالا در کل نظر شما در مورد این ماجراها چیه؟ به نظرتون حق با کیه؟ و همچنین نظرتون در مورد کنسرت امیر تتلو و رابطهش با سحر قریشی چیه؟ به نظرتون این رابطه به داشتن بچه ختم میشه یا نه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارید.
خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب، یادتون نرو نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تو جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.